أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سوگند به کوه طور، کتابی که نوشته شده، صفحه‌ای گسترده. سوگند به بیت المعمور، سقف برافراشته و دریای مملو و برافروخته. عذاب پروردگارت واقع می شود، چیزی از آن مانع نخواهد بود. عذاب الهی در آن روزی است که آسمان به شدت به حرکت در می آید، کوه‌ها از جا کنده و متحرک می شوند. آی در آن روز بر تکذیب کنندگان، آنها که در سخنان باطل به بازی مشغولند. آن روز که آنها را به زور به سوی آتش دوزخ می رانند. آنها می گویند این همان آتشی است که آن را انکار می کردید، یا این سحر است یا شما نمی بینید. آن وارد شوید و بسوزید. می خواهید صبر کنید یا نکنید برای شما یکسان است، چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شوید. پرهیزگاران در میان باغهای بهشت و نعمتهای فراوان جای دارند، از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند. آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید گوارا، اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید، در حالی است که بر تختهای صف کشیده در کنار هم تکیه می زنند و حورالعین را به همسری آنها در می آوریم. سانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را در بهشت به آنان ملحق می کنیم و از پاداش عملشان چیزی نمی کاهیم و هر کس در گرو اعمال خیش است. همواره از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می‌گذاریم. ها در بهشت جام‌های پر از شراب طهور را که نه بیهوده گویی در آن است و نه گناه از یکدیگر می‌گیرند. پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند. این هنگام رو به یکدیگر کرده از گذشته سؤال می نمایند. می گند ما در میان خانواده خود ترسان بودیم، مبادا گناهان آنها دامن ما را بگیرد. آ خداوند بر ما منت نهاد و از عذاب کشنده ما را حفظ کرد. ما از پیش او را می خواندیم و می پرستیدیم که اوست نیکوکار و مهربان. تذکر ده که به لطف پروردگارت تو کاهن و مجنون نیستی، که آنها میگویند او شاعری است که ما انتظار مرگش را میکشیم. گو انتظار بکشید که من هم با شما انتظار میکشم. شما انتظار مرگ مرا و من انتظار نابودی شما را با عذاب الهی. عقل‌هایشان آنها را به این اعمال دستور می‌دهد یا قومی طغیانگرند. می‌گویند قرآن را به خدا افترا بسته، ولی آنان ایمان ندارند. راست می‌گویند سخنی همانند آن بیاورند. آنها بی هیچ آفریده شده اند یا خود خالق خیشند، یا آنها آسمان‌ها و زمین را آفریده اند، بلکه آنها جویای یقین نیستند. یا خزاین پروردگارت نزد آنهاست یا بر همه چیز عالم سیطره دارند. آن نردبانی دارند که به آسمان بالا می روند و به وسیله آن اسرار وحی را می شنوند. کسی که از آنها این ادعا را دارد
دلیل روشنی بیاورد. یا سهم خدا دختران است و سهم شما پسران که فرشتگان را دختران خدا می نامید؟ یا تو از آنها پاداشی می طلبی که در زیر بار گران آن قرار دارند؟ یا اسرار غیب نزد آنهاست و از روی آن می نویسند؟ یا می خواهند نقشه شیطانی برای تو بکشند؟ ولی بدانند خود کافران در دام این نقشه ها گرفتار می شوند. معبودی غیر خداوند دارند که قول یاری به آنها داده، منزه است خدا از آن که همتای او قرار می دهند. ها چنان لجوجند که اگر ببینند قطع سنگی از آسمان برای عذابشان سقوط می کند می گویند این ابر متراکمی است. حال که چنین است آنها را رها کن تا روز مرگ خود را ملاقات کنند، روزی که نقشه های آنان سودی به حالشان نخواهد داشت و یاری نمی شوند. برای ستمگران عذابی قبل از آن است در همین جهان، ولی بیشترشان نمی دانند. راه ابلاغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن، چرا که تو در حفاظت کامل ما قرار داری و هنگامی که برمیخیزی پروردگارت را تسبیح و حمد گوی. چنین به هنگام شب او را تسبیح کن و به هنگام پشت کردن ستارگان و طلوع صبح.